در ایران مراجع قوم پیروان را به پیوستن به جنگ در سوریه در مقابل مخالفان سنی دعوت کردند و رهبران ستیزجویان شیعه که در سوریه می جنگند می گویند از آن تاریخ تعداد داوطلبان عراقی جهاد نیز به طور محسوسی بیشتر شده است. خبرگزاری رویترز در یک گزارش می نویسد حکومت تهران دیگر متحدان شیعه از جمله حزب الله لبنان را نیز به سوریه کشانده و دخالت آشکار حزب الله درگیری قومی را شدیدتر و کفه جنگ را به سود بشار اسد سنگین کرده است. بشار اسد نگران حفظ نیروهای وفادار به خود اکنون برای پیروزی در جنگ بر حزب الله و ایران تکیه دارد و ارتش علوی ها با زرادخانه گسترده و توپخانه و موشک در پشت جبهه راه را برای شبه نظامیان ایرانی و حزب الله در سرکوب مخالفان هموار می کنند. این همه دخالت مستقیم ایران و حزب الله در ساختار فرماندهی نیروهای اسد موجب فرسایش قدرت و اختیارات اسد می شود و استقلال بشار اسد اکنون در گرو سیاست های تهران و پیکار گسترده تر شیعه ها و سنی ها قرار گرفته است جنگ سوریه ضمن گسترش تضاد شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه همزمان قم و نجف را نیز در تضاد قرار داده است در نجف آیت الله علی سیستانی که پیروان زیادی در میان شیعیان عراق و جهان دارد از تایید اعزام پیروان به جنگ سوریه خودداری کرده است ولی به رغم آیت الله سیستانی برخی از احزاب قدرتمند شیعه عراق که به آیت الله خامنه ای وفادارند به دعوت وی برای پیوستن به جنگ سوریه پاسخ دادند در ده سالی که از سقوط صدام میگذرد نفوذ ایران در عراق افزایش یافته و تهران به ویژه در پی محکم کردن جای پادر نجف است به گفته مقامات محلی عراق روحانیون ارشد رژیم ایران در نجف سازمان ها و مؤسسات بسیاری ایجاد کردند که بیشتر آنها مستقیم از سوی مراجع ایران و سفارت ایران در بغداد تأمین مالی می شوند. یک مقام بالای شیعه مرتبط با آیت الله در عراق به رویترز گفت ما یک پروژه بزرگ برای تبلیغ و گسترش اصل ولایت فقیه داریم که هدف آن جوانان هستند و می خواهیم نهادهای انقلابی ایجاد کنیم که آماده جنگ برای نجات هر طرح و برنامه شیعه باشند. شهلا راسته، صدای آمریکا، واشنگتن.